ایران در سالهای مقارن با انقلاب یکی از بالاترین آمار زندانیان سیاسی رو در دنیا داشت. این ادعای صادق زیباکرم نیست، این ادعای آقای مارتین انلز، رئیس مدیر کل یا دبیر امنستی اینترنشنال، عفو بین الملل هستش، که رژیم محمد رضا شاه پهلوی رو یکی از سرکوبگرترین رژیم های ناقض حقوق بشر در سال 1354 اعلام میکنه. ببینید، تصور روشنفکرها، تصور تحصیل کرده ها، تصور امثال آقای عطا هودشتیان و همفکرانشون و سایر مبارزین این بودش که ما میخواهیم این نظام توتالیتر دیکتاتوری را، نظامی که تشکیلات امنیتیش ساواکش رشه بر اندام هر نویسندهی، هر متفکری میاندازه، جایگزین کنیم با یک نظام و رژیم مردمی.